عقل پنهان است و ظاهر عالمی، صورت ما موج یا از وی نمی. تو همون داستان دپور در کلمات امیر مومنین در حد خیلی بالا که هیچ قابل قیاس نیست، همش جملات نهایی. معلوم میشه میدانستم میگفته، چون خودش ملامت فرموده کسانی که ندانسته حرف میزنن. اقولم بی غیر علم. بیایید همین امشب انشاءالله از امیر المؤمنین این نصیحت را امسال به عنوان درس سال یاد بگیریم، مقصد که احساس بکنم دانشجو زیاد داریم. اقولم بی غیر علم، آیا گفتار بدون علم؟ سخن میگویید ولی علم ندارید؟ چطور عزیزتون برمیاد وقتی چیزی را نمیدارید بگویید؟ چطور با توهم حرف میزنید؟ چطور با گمان و شک و احتمال مطلب را سرازیر جامعه میکنید و جامعه هم به دهان شما چشم دوخته؟ چون یک دلیلی داری چه شخصیتون مطرح شده در جامعه، دلیلی هست. ساده لوحان به جهت اکثر ساده لوحان به جهت عشق به واقع به دهان شما چشم دوخته، چه میگویی؟ میدانی چه میگویی؟ اقولم به غیر علم، آیا سخن بدون علم؟ صلوات الله علیک یا امیر المؤمنین. این مطالبی که در ارتباطات چهارگانه این امیر المؤمنین، این نور دیده ابراهیم خلیل به قول ابن الحدید، این نور چشم حکمت، این کسی که حکمت افتخار دارد که از زبان او بیرون آمده، عرفان افتخار میکند که از زبان علی بیرون آمده، این اقولم به غیر علم، آیا قول بدون علم؟ خب بیایید دلائل ما در نهج البلاغه و سخنان امیرالمومنین پر چینا این واقع که من شهر علمم، علیم در است. درست این سخن گفته پیغمبر است، واقعا متواتر، انا مدینه العلم و علیم بابها، منم شهر علم و علی در شهر در منه. پر خیلی پر. اقضاکم علیون، قاضی ترین شما علی است. در مباحث مربوط به مقایسه اون دور انسان ها اعلم علی تشکیل داده شده، اعلم تشکیل داده شده. ابن سینا در اواخر شفا داره و یا آزی دهول اعلم. این مسئله مسلم است که اگر بیتاره از نظر علمی در بالاترین حد بوده با اون تواضع و فروتنیش. و گوینده این حرف که اقولم به غیر علم، آیا سخن بدون علم میگویید؟ یک استشهادی هم بکنیم و بریم سر مطلب. شاید اینجا تشراشه بشن از آیان و از خواهران بعضی ها که این جمله را که من گفتم به یاد داشته باشن. ما در معراج نامه ابن سینا یا معراجیه، هر تاش اسمی کتاب، معراج نامه یا معراج ابن سینا که به فارسی است، این عبارت از ابن سینا دیدیم صفحه 23 و 24 کلیشه خط فخر رازی در همدان سر مقبره ابن سینا. این یک مدرک. یه مدرک چاپ رشت همین معراجی، یه صفحه 15 و 16. یک مدرک توفیق و تطبیق علی ابن فضل الله جیلانی، صفحه 56. از ابن سینا این عبارت نقل شده، شاید بعض تیکاشم عرض کرده باشم، درست دقت فرمید که اگر در باری علی صحبت کردیم وجدان ما اجازه بدهد. در جایی که میخواد ابن سینا بگه معقول بر محسوس مقدمه، محسوسات در زوال تغییر دیگرگونی و فناست
برای معقول متعلق به ثابت هاست. اونجا عبارت چنین: و برای این بود که شریفترین انسان و عزیزترین تمام حروف خود ابن سیناست. اگر این کتاب مالی شده، حروف مال ابن سیناست، کلمات عین کلمات ابن سیناست و معروفه که معراجی مالی شده. و برای این بود که شریفترین انسان و عزیزترین انبیا و خاتم رسولان صلی الله علیه و آله و سلم چنین گفت، چنین گفت با علی نخیر، با مرکز حکمت و فلک حقیقت و خزانه عقل امیرالمومنین، گوینده پیغمبره. چنین گفت با مرکز حکمت و فلک حقیقت و خزانه عقل امیرالمومنین: یا علی اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم بانواع البر تقرب انت الیه بانواع العقل تسبقهم. گفت ای علی، چون مردمان در تکثر عبادت رنج برند، تو در ادراک معقول رنج بر تا بر همه سبقت گیری.